سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. میگه به شاه گفتم به خاطر فشاری که اعلیحضرت میاره من دوباره تماس خواهم گرفت با واشنگتن دی سی و بهشون میگم که شما دلتون میخواد که ما تماس بگیریم با خمینی. یکی از دلایلی که آقای هویزر به نظر میاد به ایران رفته بوده اینه که ارتش رو راضی کنه که دست به کودتا نزنید، دست به کودتا علیه دکتر بختیار نزنید. هفته گذشته بخش پنجم از سری برنامه‌های اسطوره یا واقعیت که بر اساس دیکلاسیفاید داکومنتس و مدارک محرمانه منتشر شده دولت آمریکا وقایع انقلاب 57 رو مورد بررسی قرار می‌دهد رو با هم دیدیم و از بسیاری از ناگفته‌ها و پشت پرده سیاسی آن روزها صحبت کردیم. از آمدن اردشیر زاهدی در تهران گفتیم و همچنین از ملاقات‌های متعدد شاه ایران با سالیوان و سناتورهای پرنفوذ آمریکا چون سناتور برد و سناتور لوگر که طی این ملاقات‌ها همگی حمایت کامل آمریکا از پادشاه ایران رو تایید می‌کردند. در برنامه امروز که آخرین قسمت از این سری هست، با سفر جنرال هویزر به ایران و ملاقات تاریخی او با شاه ایران آغاز می‌کنیم و به ادامه گفتگوی خودمون با دکتر فخیمی در این زمینه می‌پردازیم. توجه کنید. اویسی 28 دسامبر در دفتر سالیوان حاضر میشه. سالیوان این صحبت‌ها رو به اویسی میکنه. از اویسی میکنه چی کار بکنیم؟ اویسی میگه من هیچ جوابی ندارم. به نظر من تنها کاری که میشه کرد کشتن خمینی. بله. این راه حل تنها راه حل بود که میذارن جلوشون. در 31 دسامبر دولت آمریکا تماس میگیره با شاه، ببخشید با شاه، بله، و اینفورمش میکنن که ما تصمیم گرفتیم با سنجابی تماس بگیریم. اینو به شاه اطلاع میدن چون از در اون موقع سنجابی دیگه به عنوان چهره اپوزیسیون شناخته میشده. من هیچ جا نمیبینم توی این مدارک که صحبت از این باشه که در مورد تماس با بختیار هم این خبر رو به شاه دادن یا نه. به هر حال تماس‌هایی از طرف سفارت گرفته میشه با آقای شریعت مداری. در همون موقع دولت بختیار معرفی میشه. هویزر میاد ایران، همون جوری که میدونید فوری سراغ شاه نمیره، میره با ارتشیان ملاقات میکنه. بله. و کانال تماس خودش رو با جمهور برقرار میکنه آقای هویزر. ملاقاتی میکنن در 11 ژانویه 1979 بعد از دولت بختیار سر کار اومده. نوشته که During an audience, General Hoyzer and I had with the Shah 11. He asked how our contact with Khomeini in Paris had gone. شاه میپرسه از آقای اوی، از آقای هویزر و از سالیوان. قرار بود تماس بگیریم با گروه خمینی، تماس به کجا رسید؟ بله. کارتر در تلکس های قبلی میخونیم که کارتر و بریژینسکی ذره زیر فشار بریژینسکی تصمیم میگیرن که مستقیما با آیت الله خمینی تماس نگیرن. فکر میکنن که اگر همچین تماسی از دولت آمریکا گرفته بشه شاه ناراحت میشه. بله. آمریکا. بله. و کاری که میکنن از طریق ژیسکار دستان
پیام میفرستن برای خمینی و خمینی هم پیامی میفرسته به واسطه آمریکایی‌ها که حمایت از شاه رو باید دیگه بس کنیم. اینجا شاه میپرسه شما تماس قرار بگیرید، تماس میگیرید یا نه؟ وقتی که ببینید دیگه که when we told him it has been cancelled he became quite agitated. میگه وقتی به شاه گفتیم که قرار ملاقات با نماینده آقای خمینی رو ما کنسل کردیم بسیار عصبانی شده شاه. میگه he said، میگه شاه گفت do you want this government to fail؟ شما میخواین دولت بختیاری شکست بخوره؟ شکست بخوره بهم. If not، اگه نه، why don't you do something؟ چرا کاری نمیکنی؟ He went on to say، گفتش تا unless خمینی calls off strikes actions، بختیار does not have a chance. میگه اگر خمینی اعتصابات رو استاپ نکنه، جلوشو نگیره، آقای بختیار شانسی نخواهد داشت. بله. میگه که I then told him that the president had telephoned Giscard d'Estaing and asked him to make a demarche on behalf of both of us. میگه بهش گفتیم که ما تماس گرفتیم ولی از طریق آقای Giscard d'Estaing بوده. میگه که شاه he clearly found this unsatisfactory. میگه شاه کاملا این رو غیر قابل قبول تلقی کرد. بله. از ما پرسید رتوریکلی، میگه به طور چیزی از ما پرسید که میدونی آمریکا، میدونی فرانسوی ها چی خواهند گفت. در ضمن خمینی فقط به آمریکا گوش خواهد داد، فقط آمریکا نه فرانسه. دوباره اینجا آقای طالبان می نوشته I said on basis of his request I will again urge the matter to be reconsidered. میگه به شاه گفتم به خاطر فشاری که اعلیحضرت میاره من دوباره تماس خواهم گرفت با واشنگتن دی سی و بهشون میگم که شما دلتون میخواد که ما تماس بگیریم با خمینی. آخرش کامنت داده آقای سالیوان، میگه the unexpectedly vehement nature of Shah's outburst contrasts sharply with his passive reaction to his first receipt of information on the proposed demarche. This suggested he has given some realistic assessment to the need for cooperation with Khomeini and from and with Khomeini. خیلی مهمه. میگه که آقای سالیوان میگه این عکس العمل شدیدی که از شاه دیدیم در حالی که در دفعه‌های قبلی که دیده بودیمش خیلی آرام بوده، کاملا نشون میده که شاه خیلی خوب در این مورد فکر کرده و به این نتیجه رسیده که تماس با گروه خمینی مهمه و دقیقا میخواسته که ببینه چی میخوان و کجای کار هست. دقیقا. حالا اینو شما بذارید کنار بغل تفسیرهایی که بعضی ها مینویسن که دولت کارتر تماسهای پنهانی داشته با خمینی. دولت کارتر این کاره کرده، همش علکیه. تماس شروع میشه بعد از درخواست پادشاه. بله. تماس چیه؟ بله. تماس اول 15 ژانویه که میشه همون اواسط دیماه، آقای زیمرمن از طرف آمریکا ملاقات میکنه با دکتر یزدی که اینا فرانسوی ها صدق کردن. این خبر 3 سال پیش دیکلاسفاید شد و چه جنجالی را انداختن. بی بی سی، کتابی دوستان همیشه آماده شعار دادن که مدارک اومده بیرون از سازش پنهانی آمریکا با آقای خمینی. و جدا آدم تأسف میخوره وقتی میبینه چنین اشخاصی در مصدر کار امور اطلاع رسانی هستن. خب میدونید همه دسترسی ندارن و همه اینقدر وقت نمیذارن و به طور کلی یک تصویر کلی میدن که بیشتر مقبول مردم باشه، چون که خب احساسات مردم هم خیلی بالاست در این مورد، احساسات شدیدی وجود داره و در حال حاضر شما واقعاً وقتی که صحبت میکنید از آقای کارتر عده زیادی بسیار ناراحت میشن و نمیتونن بپذیرن به این علت که سالهای سختی رو گذروندن و اسم کارتر عجینه با اون سالهای تلخ و به طور طبیعی یعنی به طور ساده آقای کارتر رو مسبب بسیاری از این بلاهایی که سرشون اومده میدونن. منتها خب بله، همطور که شما میگین کسانی که محقق هستن و این کار رو میکنن باید دقت، یعنی نباید به روی احساسات کار کنن بلکه باید به روی مدارک تکیه کنن. کارتر نه پسر خاله بنده و شماست نه فامیل ما. اینجا داریم سعی میکنیم اطلاعات دقیق در اختیار مردم بذاریم و شما به نظر من لطف زیاد دارید به این اشخاص. نه، به نظر من مغرض هستن اشخاصی که اینجور میگن. این
واقعیت ملاقات آقای زیمرمن با آقای یزدی در سال 1980 همه فهمیدن راجبش. گری سیک در کتابش نوشته، سالیوان در کتابش نوشته. به فارسی اگه بخوایم بگیم، بیچاره مرحوم غلام رضا نجاتی در کتاب 25 سال تاریخ معاصر ایران 15 سال پیش در موردش نوشت. دکتر یزدی در خاطراتش 10 سال پیش نوشت. اصلا این حرفا کدومه که کسی این راجب اینا ندونه؟ ملاقات های زیمرمن و یزدی به هیچ وجه مورد هیچ صورتی پنهان نبوده، همه میدونستن راجبش. مشکل اینه که دوستانی که شما میفرمایید دلشون میخواد از یک مغلطه به وجود بیارن و متاسفانه میس انفورمیشن، اطلاعات غلط به مردم بدن. شاید هم عمدی نباشه، بیشتر به خاطر اینی که شاید بخوان مقبول مردم واقع بشه کتاب یا مسئله ای که مطرح میکنن. در هر صورت من دلم میخواست که اگر میشد یه صحبتی با این دوستان حاضر می شدن که با شما صحبت می کردن و یه تبادل افکاری هم به وجود می اومد. خواهدن بدونم که دوستانی که به این کار دنبال کنن چطور بودش که وقتی مثلا تلکس ملاقات زیمرمن اومد این نمی دونستن در این مورد، و اگه می دونستن چرا این تلکس قبلی رو که ما صحبت کردیم که پادشاه خودش گفته دنبال کنین این موضوع رو دنبال نمی کنین. به هر حال اون تصمیم با خودشونه. آقای زیمرمن و یزدی با هم ملاقات های مختلفی میکنن و در این حال یادمون نره هویزر در ایران. هویزر کانال تماس خودش رو داشته با واشنگتن، و هویزر یادمون نره از گروه به اصطلاح هاک ها اومده بوده، عقاب ها بوده، اونایی که دنبال مشت آهنین بودن. اتفاقی که میفته در ژانویه 79، مشت آهنین آقای برژینسکی کاملا میشه در خدمت بختیار، یعنی به این نتیجه میرسن که ما فقط دولت دکتر بختیار رو الان داریم. ارتش اگه بخواد کودتا کنه این دولت رو برداره، بسیار به ضرر آمریکا، منافع آمریکا میشه، روسیه، شوروی ببخشید، از این استفاده خواهد کرد. بنابراین یکی از دلایلی که آقای هویزر به نظر میاد به ایران رفته بوده اینه که ارتش رو راضی کنه که دست به کودتا نزنه، دست به کودتا علیه دکتر بختیار نزنه و از دولت بختیار حمایت بکنیم. آقای هویزر بعد از یک هفته که ایران هستش یک کیبل میفرسته به سکرتری آف دیفنس براون و نظر خودش رو در مورد سیچویشن اینجوری میگه. میگه به نظر من ایران پنج تا آپشن بیشتر نداره. آپشن A was a successful بختیار government، یک دولت بختیار موفق بشه. آپشن B was for بختیار to succeed for a period but eventually fail and perhaps be replaced by another civilian government more acceptable to Khomeini. دولت بختیار یه مدت کوتاهی بمونه بعد جاشو بده به یه دولت دیگه که خمینی هم قبول داره، در چارچوب قانون اساسی پادشاهی هم صحبت میکنه. Option C was a military coup with decisive action to break the strikes and regain control of the country. کودتای نظامی که بتونه مردم برگردونه سر کار. Option D was an Islamic Republic under Khomeini. میگه که اسلام ریپابلیک، جمهوری اسلامی دست خمینی. یا Option C a communist government. میگه که این لیست رو آقای کارتر ریویو میکنه در مدارک هستش. هویزرز لیست آف آپشنز ور ریویود بای پرزیدنت کارتر. کارتر اینا رو ریویو میکنه و در 14 ژانویه تلفنی صحبت میکنه با هویزر و سکرتری آف دیفنس آقای براون هم روی خط بوده و اعلام میکنه که آپشن had accepted option A through E as the right priority. گفته شما درست میگید، این آپشن هایی که شما اعلان کردین آپشن هایی هستش که دولت آمریکا هم دنبال میکنه. و از اضافه میکنه که آپشن B که آپشن B همون آپشنی بود که دولت بختیار بره دولت دیگه بیاد سر کار، should not allow for another less friendly civilian government. If this was to happen the military were to move immediately. میگه که دولت باید حواسمون باشه اون آپشن B اگه اتفاق افتاد و دولت آقای بختیار داره میره، گروه مخالفی جای اونو نگیره، منافع آمریکا حفظ شه و اگه به نظر میاد حفظه میشه ارتش باید وارد عمل بشه. همون جوری که میدونیم
جریان جوری بال میگیره و طوری هر روز به روز وضع بحران‌تر میشه در ایران که در تلکس هایی که بینشون رد و بدل میشه بین آقای سالیوان و حتی هویزر و کاخ سفید، این اعلام میکنن که از امنیت جانی هویزر ناراحتن، نگرانن، میگن که تاس و پرادا دارن تبلیغات خیلی بدی میکنن علیه آقای هویزر، به نظر میاد که دارن میگن هویزر اومده اینجا کودتا بکنه، این الان هویزر موندنش در ایران به نفع ما نیست، و اون موقع هستش که تصمیم میگیرن که آقای هویزر از ایران بره. و وقتی که تصمیم میگیرن که از ایران بره، جنرال گست که در پیشرفت در ایران بوده میشه کسی که قرار میشه تماس داشته باشه با ارتش. نامه ای هستش که این نامه رو من، این آنلاین نیستش، من براتون فرستادم، تاریخش از 13 ژانویه 79 در مورد کیبلی که از هویزر گرفته بریژینسکی و واسه پرزیدنت فرستاده، و دوباره در همون این کیبل در مورد اون 5 تا آپشنی هستش که صحبت کردیم، A through Z. بله. این جوری بریژینسکی به پرزیدنت میگه قبل از تلفنی که پرزیدنت میزنه و اینو تایید میکنه. بله. بریژینسکی میگه if Bakhtiar fails we must make a decisive choice and Hoyzer C will have to be implemented with US backing. میگه اگه بختیار سقوط کنه ما باید دست به کودتای نظامی بزنیم که ارتش تیک اوور بکنه مملکت رو. I believe that it is consistent with your original directive. من باور میکنم که این همون چیزی که شما از اول گفتین، و با اجازه شما دلم میخواد که این رو به جنرال هویزر هم منتقل بکنم. It is important that he and his Iranian colleagues not entertain any illusions on what may have to be done in the event of Bakhtiar falters. خیلی مهمه که آقایون بدونن در ایران که اگه باید بختیار داره شکست میخوره به چه کاری دست بزنن. دیگه ما خودمون میدونیم که به هر حال روند به اونجایی میرسه که در 22 بهمن 57 شورای ارتش تصمیم میگه تنمه بیطرفی میگیرن. بله. کسی اگه بخواد بیطرفانه نگاه بکنه میشه قبول کرد که بعد از ژانویه 79 بله حمایت از شاه بسیار کمتر شده بوده در دولت آمریکا، ولی اون حمایت از شاه بوده نه از حکومتش و دولت بختیار، و اون حمایت هم تا آخر ادامه پیدا میکنه تا اونجا که دیگه به جای میرسه که سالیوان شده بوده این وسط میانجی، ملاقات میذاشته بین دکتر بهشتی و آقای قره‌باغی، ملاقات میذاشته بین آقای جعفرودی و دکتر بختیار با بازرگان و امیر انتظام، یعنی وضعی شده بوده که کاملا مشخص بوده به این صورت پیش نمیتونه بره. یه مطلب قبل از اینکه مطلب رو تموم بکنم، میدونم که یکی از صحبتهایی که شده بود و صحبتهایی که میکنن اینه که دولت آمریکا به هیچ وجه از آقای بختیار حمایت نکرد. این بله اصلا... این گفته شده که چرا از دولت بختیار حمایت نشد. ما الان دیدیم تمام صحبتها از حمایت از بختیار بوده، و من فقط برمیگردم آدم فقط راجع به روزنامه‌های اون روزا رو نگاه بکنه. این روزنامه، روزنامه واشنگتن پست 13 ژانویه 79 تایتلش هست The US Gamble on Bakhtiar، میگه آمریکا داره قمار بازی میکنه. آمریکا میگه که The dangerous and difficult game of transitional politics now being played in Iran is forcing Carter administration to put its money publicly into a bet that the US specialists think cannot possibly be won. بله. ایراد گیره، میگه دولت آمریکا تصمیمی گرفته از حمایت آقای بختیار، خیلی ها فکر میکنن این تصمیم به جایی نمیرسه و دولت موفق نمیشه. واشنگتن پست 21 ژانویه 79، این در پرس کانفرنسی بوده، آفیشیال آمریکایی میگه که we do not consider the بختیار government to be a transitional government. بله. ما دولت بختیار رو یه دولت موقت نمیدونیم. We support the Bakhtiar government. ما از دولت بختیار حمایت میکنیم. و اینجا نوشته که US seeks خمینی از key to Iran government. و صحبت از این میکنن که بتونن موقعیتی به وجود بیارن که آقای خمینی هم از بختیار حمایت بکنه. اینجا که نوشته diplomatic effort now is، میگه کاری که دارن انجام میده سفارت آمریکا دیپلمات‌ها اینه که to get خمینی forces to reach an agreement with بختیار. اینو کی گفته؟ اینو کنگرسمن همیلتون گفته. کنگرسمن همیلتون، ایشون هم یکی از کنگرسمن‌های خیلی مشهور دموکرات بودن، ایشون گفته که الان همه فکر و ذکر ما اینه که آقای خمینی رو راضی بکنیم که یک اگریمنتی با
با خمینی با یک مدارای با آقای بختیار said after hearing administration's witnesses for 2 days و میگه بعد از اینکه کمیته ما کمیسیون مجلس به صحبت‌های آقای نمایندگان کارتر گوش داده میگه که without it بختیار won't survive اگه نتونیم خمینی رو راضی کنیم بختیار نمیتونه تحمل کنه و میگه it is important that بختیار government continue the discussions and our support و دوباره تایید میکنه که دولت بختیار سپورت آمریکا رو حمایت آمریکا رو کامل داره. این فقط 3 تا از روزنامه هاست که من تونستم پیدا کنم. بله. روزنامه نیویورک تایمز، ال ای تایمز. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید و تحقیق و تفحصی که در این مورد کردید. البته در یک برنامه تلویزیونی در حوصله برنامه تلویزیونی نمی گنجه، ولی خیلی خوشحال میشم که شما بقیه این تحقیقات تونو برای دوستانی که دوست دارن اطلاع بدید که کجا میتونن دنبال کنن، در فیسبوک شما و همینطور در فیسبوک های مختلف، در سوشل میدیا و در سایت ایران فردا. سعی میکنیم که بتونیم بقیه این مدارک و صحبت ها رو اگر در وقت برنامه نگنجه در اونجا قرار بدن. ممکنی بگید در این مورد چه اطلاعاتی میتونن و از کجا پیدا کنن؟ دوستانی که علاقه من هستن، چون به هر حال برنامه تلویزیونی شما مدت محدودی داره، بله. ما بحثی که امروز کردیم طولانی شد، ادیت میشه یه مقداره، شما لطف کردین قبول کردین که کل ویدیو رو بتونیم بذاریم رو فیسبوک. من خودم رو فیسبوک هستم، هومن فخیمی، در ضمن سایتی رو اداره میکنم به اسم 30 سال نفت. من روی دو این دو سایت مطمئن هستم شما روی سایت خودتون دهکده جهانی میتونین اینو بذارین، دوستان میتونن بیان نگاه کنن، تاکید کل برنامه رو نگاه کنن و اگر نظری دارن، نقدی دارن، من اتفاقا خوشحال میشم که بتونم یک بحث جدا علمی داشته باشیم، نه شعار دادن و حمله کردن و تهمت زدن، بتونیم یک بحث علمی داشته باشیم، بحث تاریخی داشته باشیم راجع به این مدارک که اگه ما اشتباه میکنیم، خب من دلمون میخواد بفهمیم اگه داریم اشتباه میکنیم، ولی اگه اشتباهی در تفسیر این مدارک به وجود اومده در تاریخ، بهتره که مردم حداقل خودشون دسترسی به اصل مطلب داشته باشن. بس. اصل مطلب رو همونطور که شما فرمودین ما رو وبسایت تا اونجایی بس. که بشه میذاریم رو فیسبوکمون، در ضمن ویکی‌لیکس هم یک منبع خیلی خوبه. بله، و خوشحال میشیم که نظرات موافق و مخالف رو هم جویا بشیم و بدونیم. بشنویم. از شما وقتی که در اختیار من گذاشتید و امیدوارم که این بتونه در تاریخ ثبت شه و نسل جوان ایرانی که امروز دوباره به پا خواسته واسه اینکه حقوق و خودشو پیدا بکنه ببینه که چطور سیستم قبلی از پا افتاده و فکر این نباشه فقط که دولت خارجی میتونه همچین کمکی بکنه. ممنون هستم از شما و وقتی که به این برنامه دادید. شبهای ما و پشت ما شما را
خب آخرین قسمت از این سری برنامه رو با هم دیدیم و به پایان وقت برنامه امروز هم رسیدیم. باز هم از توجه و لطف شما نسبت به این سری از برنامه سپاسگزارم و امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. در اینجا لازم میدونم که از همکاری صمیمانه دکتر هومن فخیمی برای پژوهش ارزشمند سپاس فراوان داشته باشم و همینطور از سپهر خسروی گرامی که در پشتیبانی فنی برنامه یار و یاور همیشگی ما بوده تشکر کنم. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.